این مورد بیشتر گفته گو میکنیم با آقای مصطفا عزیزیار مجری برنامه ستار افغان سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش به به برنامه سلام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز تلو نیوز ممنون آقای زیار ما میخوام در نخواست روی برگزاری برنامه ستاری افغان بیشتر از شما بشنیم به اینکه که خیلی ها باورمند بودن که شاید امسال به دلایل مختلف از جمله سال افغانستان وضعیت امنیتی افغانستان برگزار نشه برنامه ستار افغان اما برگزار کردن شما این برنامه بله. خب این برنامه که یکی از پربیننده ترین برنامه های طلوع است در حال که تعداد از طرفداران این برنامه گمان میکردن که ما برگزار نکنیم برنامه را خوشبختانه ما موفق شدیم برنامه را دوباره برگزار کردیم و استقبال گرمی که از طرف این برنامه داشتیم و از طرف اونرجوان علاقه من به هنر آوازخانی دیروز کارای برنامه شروع شد و تعداد زیاد از علاقمندان برنامه اشتراک کردن از سر تا سر افغانستان تقریبا میتونم بگویم که از همه ولایت افغانستان ما اشتراک کننده داریم بله آقای زیار شما علاقمندی جوانان با آوازخانی چگونه یافتین؟ به ویژه در این چارده دور برنامه ستاره افغان که سپری شد بله خب در هر دوری که ما برگزار میکنیم برنامه را علاقمندی جوانان به موسیقی افغانستان به برنامه ستار افغان بیشتر میشه و از امو آغاز برنامه تا حال که ما برنامه رو برگزار میکنیم تعداد زیاد از جوانان علاقمند میشن که برن با اساسات موسیقی آشنایی پیدا کنن و بیان وارد برنامه شنن خوشبختانه در پانزدهمین دوره ای برنامه ما استعدادهایی داریم که با آمادگی کامل میان داخل برنامه میشن و راه پیدا میکنن به مراحل بعدی بله در مورد حضور بنوان اگر بگوین که نسبت به دوره های دیگر این بار چگونه بوده و چه تاثیرات را برندشتن یک بانو در دوره چاند... چارده هم برنامه ستاره افغان داشته که بیشتر دختران راه پیدا بکنن به این برنامه؟ بدون شک برندشتن یک بانو در دوره گذشته برنامه که زهراجان الهام بود این تاثیر مستقیم خود داشت که اشتراک بانوان بیشتر شود در این برنامه و ما در این دور چهل تا پنجا تن از بانوان را با خود داریم ما امیدوار که این بانوان موفق شوند باز هم راه پیدا بکنن به مراحل بعدی برنامه تاثیر مستقیمی که داشته فکر میکنم امی برنده شدن یک بانو بود در دوره گذشته بله که این بار در دوره پانزده هم از طرف داوران مدی نظر گرفته میشه به منظوری که یک جوان بتونن راه پیدا بکنن به برنامه یه ستاری افغان کدام موارد است؟ خب آنچه که بیننده های برنامه علاقه مندان و طرفداران برنامه آرزو دارن تقاضا دارن این است که ما صداهای خوبه بتانیم برای برنامه برگزینه انتخاب بکنیم داوران برنامه هم تلاش میکنن و در بعض وقتها سختگیر میشن تا بتونن یک صدای خوب انتخاب بکنن تا بعدا پشیمان نشن و در این دور هم ما داوران خوب داریم که استعدادهای های فوقلاده و سرمایه های وطن ما هستن و کوشش میکنن تلاش میکنن تا بتونن صداهای خوب را در این دور برنامه هم پیدا بکنن که ما فعلا در دور آزمون صداها قرار داریم و اشرا کننده ها میان و اجرا میکنن بعد هم از این آزمون مدر میشن و میرن به دور بعدی بله من میخوام در مورد داوران برنامه هم بشار از شما بپرسیم که در این دور پانزده هم کدام آبازخانه داور هستند در برنامه و داور چهارم شما چه کسی خواهد بود؟ خب داور چهارم برنامه را معمولا نه از خود من میپرسند اما متاسفانه نمیتونم بگویم چون تا هنوز قطعی نشده موضوع داور چهارم اما سه داوره که داریم البته شاید یک راست باشم <applause> بله چیزی که میخوایم بگویم که تغییرات در داوری داریم در بخش داوران برنامه که شکب مصدق از جوانان با استعداد وطن ما کسی که صدای بسیار عالی دارن و فهم موسیقی دارن در دا برنامه با ما پیوستن در کنارشان آقای سیدا گل که آوازخانه بس بسیار خوب هستند و اونا هم فهم بالای در موسیقی دارن و در کنار اینا میر مفتون آقای میر مفتون که طرفداران زیاد داره و در موسیقی محلی ما یک نام بزرگ است بله تاثیرات را که این داوران میتونن داشته باشه بر جوانان که میان در این برنامه اشتراک میکنن چگونه از شما لاقل خودتان یافتین در این 14 دوره که تاکنون سپری شده داوران برنامه فقط میتونن که از نگاه موسیقی اساسات موسیقی همکاری بکنن با اشتراک ها ما خوب اشتراک کننده های را انتخاب میکنیم در برنامه که نیاز نباشه داوران برنامه زیاد ایراد بگیرند در موردشان خب بعض وقتها چون یک برنامه رقابتی است کسایی که میان تجربه اجرا روی سجن ندارن اما داوران ما بدون شک در پشت پرده همکاری میکنن با اشتراک کننده ها تا بتونن خوبترین اجراهایشان داشته باشن در برنامه ما بله. روی تفاوت ها اگر صحبت بکنین که دوره های دیگر برنامه استار افغان با دوره 15 هم دارای کدام تفاوت و ویژگی های خاص خودش دارد این بار خب برنامه در کل یک ساختار مشخص خودش داره اما چیزی بله قسم بیشتر گفتم ما تلاش میکنیم که در انتخاب صداهایی که وارد این برنامه میشه دقت کنیم تا بهترین صداها وارد برنامه شوند و ای خودش میتونه که جالبتر تر بسازه برنامه را رنگی بسازه و ما سبک های متفاوت داریم شبه های مختلف موسیقی از بخش های مختلف افغانستان از سبک های متفاوت واردی برنامه میشن در کنارش تلاش میکنیم مهمانان خوبه چهره های محبوب موسیقی وطن ما را دعوت بکنیم از خارج کشور که مهمان ما باشند و بعد در کیفیت و تغییراتی که در بخش داوری آوردیم این چیزی است که در برنامه تازه است تشکر آقای زیار من میخوام یک سال دیگه هم داشته باشم شما به عنوان مجری برنامه استاره افغان لحظه بسیار خوشی که شما در این برنامه داشتین کدام بوده کدام مورد بوده یعنی چی چیز شما را بیشتر در این برنامه خوش می‌سازد ستاره افغان برنامه است که همه همه تنان ما در در رابطه با موسیقی کسایی که علاقه مند موسیقی هستند در برنامه سهم میگیرند خوشترین لحظه که ما در این برنامه دارم و میبینم اوی است که اشرا های هستند که از نقاط دوردست افغانستان میایند از راه های و بور از راه های همراه با ناامنی وارد برنامه میشن و با یک عشق و علاقه بالاخره همه اینا از هر گوشه و کوچه و پس کوچه افغانستان بالاخره در دور دوازده بهترین وقت روی سش قرار میگیرن جدا از موضوع تعصب و موضوعات زبانی و لسانی بر عشق بر زندگی اجرا میکنن و ایجا من یک افغانستان واقعی را میبینم که چقدر زیبا است و چقدر عالی است ای خوشترین لحظه است که من در برنامه میبینم بله ماشه. من میخوام روی تاثیرات هم شما صحبت بکنین که برنامه ستاره افغان به ویژه در بخش موسیقی در افغانستان چقدر تاثیرات خوب خودش را تا کنون داشته ای بر همه هموطنان عزیز و است و جای شک نداری که ستاره افغان تاثیر مستقیمی روی موسیقی افغانستان داره اولی که ما در ای برنامه از سبک های مختلفی که در کشور ما داریم افغانستان از نگاه موسیقی خیلی غنی است از نگاه موسیقی و جوانان از رنگ های مختلف و صداهای مختلف از ولایت مختلف میان یک معرفی موسیقی اصیل افغانستان در این برنامه میشه و در کنارش معرفی چهره های محبوب موسیقی افغانستان که ما دعوت میکنیم ما نقطه وصل نقطه وصل موسیقی گذشته و موسیقی حال افغانستان هستیم که ما امیدوار هستم این تاثیرگذاری همیشه هم پابرجا باشه بله اما یک مورد دیگری که وجود داره چنانکه که دیدش در همه اشتراکنندگان که در این برنامه هم یعنی دوازده برتر که انتخاب میشه و اینا راه پیدا میکنن پس از اینکه این برنامه تمام میشه اینا بیشتر اون کارشان ادامه نمیتن به دلیل هر مشکلی که وجود داره شاید شما بیشتر احساس کرده باشین امده ترین علتش روی کدام مورد باشه؟ پرسش است که همیشه از من میشه و از همه کسایی که در برنامه سهم دارن خب متاسفانه نظر به نداشتن تجربه امکانات اقتصادی ما فکر میکنم که یک تعداد وقت از این برنامه خارج میشن نمیتونن امراه را که ما برشان نشان دادیم یا زمینی را که فراهم ساختیم تا آشنا شما مردم با شان با صدایشان نمیتونن این را حفظ بکنن فقط شاید یکی دو تن از میان این صداها بتونن برسن به معارضوی که میخواین اما معمولا ستاره های دیگه هستن که مصروف زندگی شخصیشان میشن مصروف چون نسبتا مشکلات اقتصادی می داشته باشن و یا نداشتن تجربه و امکانات ای وایس میشه که باز نتونن ادامه بدن اگر حمایت شوند که شاید ممکن باشه چون اینا کسانی شد. هستن که یعنی چهره های برتر شناسایی میشن بله خب ما زمینه را برشون فراهم میسازیم و این استعدادهای تازه را معرفی میکنیم متاسفانه بله. که نظر به تشکر ای اتفاق مفته که بله انشاء برنامه خوبه داشته باشه ممنون تشکر از شما